به نام خداوندی که صبر و صبوری را بر ما آموخت، مسیر را مشخص ساخت، بر ما گفت فصبر ان الله مع الصابرین، صبر پیشه بکنین، خدا با صبر پیشه کنندگان است. شب شما وطن دارا بخیر، خوش آمدین به برنامه امشب. امیدوار هستم دمتان راست، تنتان سالم، شبتان بخیر باشه. خوش آمدین دوستا به برنامه امشب، شما همچنان خوش آمدین دوستا. دیشب یک فرمول را ما یک جای خواندم، عملیش هم کردم، نتیجه داد. هم به خاطر صبر کردن، هم به خاطر زیر فشار آمدن یک فرد، هم یک نفر یک قسم حالت وحشت زده به خود میگیره. میگه گفت که شما 5 ثانیه نفستان کش میکنین، 4 ثانیه قیدش میکنین، بعد دوباره پس نفستان آزاد میکنین. بر روح و روانتشتان، به محالت ظاهری و چهرهتان حتی تأثیر میگذاره. چه قسم؟ با این روش مثلا. فکر میکنین که یک بوج از وجودتان کم شد، بسیار راحت شد. میتونید شما وطن داره هم کمی لحظه بیننده برنامه شب است هستید، تمرین بکنین، حتما با خود اجرا بکنین. نفستان کش کنین، قیدش کنین یک چند ثانیه، دوباره پس نفس بکشین، نفستان آزاد کنین، راحت بسازین خود. یک بار تمرین بکنین ببینین که چطور امو چشمهایتون روشن میشه و در پولی از او حس میکنین که امو گرنگی از وجودتان دور شد. مخصوصا این که روز آدم کار میکنه، زحمت میکشه میکشه میکشه، در پایین روز هم خسته و مانده میایه، ریموت هم میگیره طرف تلویزیون، ریموت میزنه و بیننده برنامه امشب میباشه. میخوایم از شما بشنوم، شما وقتی که زیاد اعصابتان خراب میشه، یک حالت عجیب و غریب قرار دارین، به خاطر صبر کردن چی میکنین؟ همین قسم مثل من نفس میکشین، یا اگه استاده هستین یک بار میشینین، یا اگه نشسته هستین استاد میشین، میبرین بیرون قدم میزنین، یا همی که بیرین دستوری تانه میشین، یا ای که وضو میگیرین، چیزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به اساس حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ما عملی میکنیم و مکلف هستیم به عمل کردنش. شما چی کار میکنین؟ خوب است از این دوستان بشنیم. شبت بخیر. سلام نجیب جان، شب شما هم بخیر. وعلیکم سلام. خب نجیب جان، قسمی که شما گفتین صبر خیلی یک پدیده مهم در زندگی انسان میباشه. خب من خودم شخصا وقتی که مشکل میداشته باشم صبر پیشه میکنم، صبر میکنم و بله. کاری که ما میکنم این است که خود را آرام میسازم. همین تکنیک که شما گفتین را من انجام میدم، چون ذهن یک حالت داره به نام حالت الفا. ذهن آدم دو حالت که وقتی بره خیلی آدم راحت میشه، خیلی میتونه درست تصمیم بگیره و فکر بکنه. بله حالت الفا. بله حالت ذهنی است، حالت یک نوع حالت ذهنی خاص. بله است. اوه این فرمول چقدر تاثیر کرده سرت که نفست کش کردی، گرفتی، قید کردی، برزم دوباره پس آزاد ساختیش. بله وقتی که آدم مشکل میداشته باشه فقط خود باید ریلکس بکنی، مهم نیست در حالت باشه نشسته یا خوابیده، مهم نیست. فقط باید نفس های طولانی بگیریم، نفس خود دوامدار قید بگیریم، باز بعد از چند ثانیه رهایش کنیم، خیلی آدم راحت میشه دیگه. صبر کردن یک خیلی یک چیز مهم است، درون آدم یک تحول ایجاد میکنه. بعد از مشکلات آدم میتونه که به پروردگار خود نزدیکتر شوه و به نظر من که صبر بهترین کار است. دقیق. خودت در کجای کار کردی؟ چی حالت بالای تو بود؟ میخوای مامور قصه بکنی؟ اما وقت چه وقتی بود که خودت این کار کردی و خوب نتیجه گرفتی ازش؟ خب ما در یک امتحان بودم. یک امتحان خیلی مهم داشتم. خب در وقت امتحان طبعا آدم استرس میداشته باشه. من هم استرس زیاد داشتم و این قسم یک حالت خیلی عجیب غریب به ما پیش آمده بود که چیزایی که در ذهنم بود امورم فراموش میکردم. خیلی حالتی بد بود. خب در اونجا کوشش کردم که در حالت الفا برم، خود راحت کردم. تقریبا مدت یک دقیقه نفس عمیق میکشیدم و بعد از چند ثانیه دوباره رهایش میکردم، دوباره به حال آمدم. خلاصه چه جالب، مطمئنن که نتیجه گرفتی. تشکر. بله. تشکر از رفیق ما. میخوایم از شما دوستا بشنم نظر شما چیز. شما هم دیدید یک وضعیت قرار گرفتین، حتما این کار کرده باشین، یا اگه این کار نکردین حتما یک کاری انجام دادین، یا اگه زیاد اعصابتون خراب بود یک چیز گرفتین زدین در زمین، این کار حتما کسی کرده در بینتون. اگه دمین شما دوستان کرده، بیننده های ما کمیل از بیننده برنامه میشه بستن، اونا خیلی کار کردن و میخوایم از شما دوستا بشنیم که نظر شما چیست. شما در توضیحات قرار گرفتین، ما اینکه بودین و میره فیقم از زمین ها بشنیم. شبت بخیر. شب شما بخیر نجیب جان. خوبه. نام خودت؟ حکمت الله. حکمت الله. حکمت الله. اسمت الله. بله. اسمت الله. نه حکمت الله باید دخیش خامتان باشه دیگه. نه بیادرم است. اه خلاص. بله. اسمت الله. خودت که اعصابت خراب شده، یک جایی که بسیار بی صبر شدی، چطور خواستی صبر بکنی؟ وای واقعا صبر کرده تونستی نتونستی؟ یا چی کردی؟ یا نفس زیاد کشیدی؟ چی؟
خب نجیب جان، وقتی که یک آدم زیاد فشار میاد باید که برای وضو کنه، باید تا که جان پت راحت شود. خب اسمت چی کرده؟ ما مکاره کنیست. نتیجه داده؟ بله. امی دست پای آدم داغ میاد یعنی؟ که میگه برو وضو بگیر، چیزی که پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که وضو میکنی پت کل تمام جان سرد میشه، باز پس قهرت میشینه، اعصاب آدم آرام میشه. بله. خودت چه وقتی کار کردی؟ چی گپ شده بود که کار کردی؟ زمانی که در خانه میشتکات شوخی میکردن می وضع سر ما اومد. مجبور از خانه بیرون شدی دیگه؟ آه دیگه نمیشه. در زمستان هم باز دیگه راحت میشدم، در زمستان که بیرون آمارا باید دست پای آدم یخ میزنه. بله بله. تشکر از مجان و خیر باشی. میروانی میروانی. حتما شما وطن داره هم این کار را حتما انجام بتین و حتما در زندگیتون تطبیق بکنین، یا برین وضو بگیرین، یا هم از جایتون نشسته هستین استفاده شوین، یا هم حرکت بکنین، یک کاری را بکنین که یک گپی از دهانتان بیرون نشه، یک دستتان یک حرکتی را انجام نده که بعد از پسام پشیمان شوم که یک نفر نبودم دست مرا محکم میگرفت، میگفت نکن این کارا فلانی، نکن این کارا، یک نفر مانع من نشد. دیگه پیش از اینکه هر اتفاقی بیفته، مخصوصا اگه سر جلو موتر هستین، اوهو اونجا دیگه موترکتان اول در گوشه برین، سر سرک نه خوب گوشه گلش کنین، از میتون موتر بیرون شوین، یک کمک خوب نفس بکشین، بعد از خوب نفس کشیدین خود راحت ساخته، پس بین سر جلو موتر راحت و آرام دریوریتون بکنین و همون رانندگیتون ادامه بدین. ممنون که بیننده برنامه شب هستین وطندار، تشکر از شما دوست همچنان وطندارای گرامی. وقت کوتاه را ببینین، پس از وقفه برخورد گشتیم و ادامه برنامه شب را من به نوبه خود سلامای خود را تقدیم میکنم. اعضای بیننده خوش آمدین به ادامه برنامه خودتان، برنامه امشب، و در این قسمت از برنامه همچنان ما مهماندار می باشیم. و قبل از اینکه مهمان عزیز ما را معرفی بکنیم، جا داره سپاسگزاری داشته باشیم از حامی مالی برنامه انرژی آیس کینگ. با نوشیدن انرژی آیس کینگ قدرت واقعی را حس کرده و از لحظاتتان لذت ببرید. عزیز شما میتونید آیس کینگ خریداری کرده و نوش جان بکنید. هنر رسامی یکی از قدیمی ترین و جذاب ترین شکل ابراز هنر است و از طریق امی هنر انسان میتونه که ایده ها، عواطف و احساسات خود را بر دیگران همچنان ابراز بکنه و به تصویر بکشه. و خوشبختانه امشب سمیرا جان احمدی را در کنار خود ما داریم و یک تن از کسایی هستند که هنر رسامی را کار میکنن و یک رسام خیلی ها ماهر هستند و امشب حضورشان را در برنامه داریم. بیشتر صحبت ها را در مورد خودشان، در مورد این هنر که چقدر وقت میشه کار میکنن از خودشان میشنویم. ولی قبل از اینکه سر صحبت ها را آغاز بکنیم، خوب است که مهمان عزیز ما همچنان یک سلام علیکه با دوستا داشته باشه. شبتان بخیر سمیرا عزیز، خوش آمدید. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما زاهده جان، مبد به تمام همکارای عزیزتان و به تمام بیننده های تلویزیون زیبای طلوع. امید که خوب صحتمند باشین. شما سمیرا احمدی هستم، فعلا مصروف رسامی می باشم. بسیار خوب سمیرا عزیز، خیلی خوشحال هستیم از اینکه امشب شما در کنار ما هستین و دعوت ما را پذیرفتین آمدین در برنامه. میخوایم در شروع یک معرفی کوتاه حالا یا هم معرفی خلاصه از خودتان به تمام عزیزایی که بیننده برنامه هستن داشته باشین. سمیرا احمدی کی است؟ سمیرا احمدی هستم، فعلا معسلام میباشم و کارهای رسامی رو پیش میبرم. دیگه سنم هم 19 ساله میباشه. محصل کدام رشته هستیم؟ قابلگی. قابلگی، یعنی ضمن از اینکه سمیرا عزیز یک رسام خیلی ماهر هستند، رشته قابلگی را همچنان ادامه دادن، درس میخوانند و انشاءالله که بخیر یک دکتر موفقم و یک قابله موفقم شوین در آینده بخیر. حالا میخوایم سر صحبت ها را داشته باشیم در مورد هنر رسامی که چقدر وقت میشه که شما هنر رسامی را فرا گرفتید؟ بسیار تشکر از شما. من مدت 2 سال میشه که رسامی میکنم. دیگه در این مدت کم کم تا فعلا در رنگی پنسلی آب رنگ کار کردیم. پنسل مدت 2 سال میشه که سمیرا عزیز هنر رسامی را فرا گرفته و کار میکنه. سمیرا جان، چی باعث شد که خودت رو بیاری به هنر رسامی؟ رسامی همه تو از دوستای من که میدیدم خوش داشتم از تفالیت که رسامی بکنم. باز بعدا در کورس پیش یک استاد ما شروع کردیم رسامی را، استاد ما را خداوند خیر بده، دیگه بسیار یک استاد خوب ما را تا اینجا رسانده. خوب علاقه مندی خود آدم شوق علاقه که به رسامی داشتم خودم.
بسیار خوب. و از نظر خودت سمیرا عزیز، هنر رسامی یعنی چی؟ هنر رسامی زیبایی، طبیعت و انسان، یعنی زیبایی فکر است. کنم از این طریق میتونم تمام چیزایی که در درونش میباشه را به تصویر بکشه، ابراز بکنه به تمام مخاطبای خود. و سمیرا عزیزم خواسته از طریق همین هنر رسامی اما چیزهایی که در درون خودش است را به دیگران همچنان بیان بکنه. و سمیرا عزیز، حالا هر کسی که یک رشته را انتخاب میکنه، سرش کار میکنه، طبعا باید یک سری از ویژگی ها را داشته باشه. به نظر خودت یک رسام خوب باید کدام ویژگی ها را داشته باشه؟ رسام خوب فکر، هوش و ذهنیت داشته باشه و یکی شوق، علاقه بسیار خوب است که تشویقگر داشته باشه. این چیزا بسیار برای آدم بله به نظر ما همین موارد را که سمیرا جان یاد کردن که خیلی هم مهم است، ای که آدم بتانه این هنر را درست یاد بگیره و همچنان یک رسام خیلی خوب باشه. و سمیرا عزیز یک سری از این ویژگی ها را یاد کردن که یک رسام خوب باید تمام این موارد را حتما داشته باشن. و همچنان ای که حالا من میخوام از خود سمیرا بپرسم کدام از این ویژگی ها را خودت داری و کدامش تا فعلا نداری؟ من تا فعلا بسیار شوق علاقه آدم واقعیت در یک جای میرسانه. شوق علاقه که داشته باشی مثلا به یک چیز میتونی برسی، اگر علاقه و شوق نباشه دیگه امکان نداره. چون آدم به مو چیزی که شوق علاقه داره میتونه که خوب کوشش کنه و برش تلاش بکنه، ولی به اون چیزی که علاقه نداشته باشه باز که دل سرد میباشه، دل زده میباشه، اصلا علاقه مندی از خود برش نشان نمیده. و ما میخوایم از سمیرا جان همچنان این مورد را بپرسم. طبعا وقتی که آدم رو میاره به یک رشته، روزای اولش بسیار امو سختی ها و مشکلات را باید سپری بکنه تا که بتونه به آسانی هایش همچنان برسه. سمیرا جان، خودت وقتی که رو آوردی به این کار و رشته هنر فرا گرفتی و خواستی که کار بکنی سرش، چقدر مشکلات بود که سر راه خودت قرار داشت و فعلا چند فیصد از اون مشکلات تانستی خودت از بین ببری و چند فیصدش هنوز باقی مانده؟ بر ما ماه اول بسیار سخت بود، یعنی حتی به گریه رسیده بودم دیگه. بعد از اون کم کم آهسته آهسته که یاد گرفتم، کوشش کردم، باز شد دیگه. یاد کردی گفتی که بسیار یعنی مشکلات وجود داشته. حالا ما میخوایم یک چند مورد از این مشکلات به عزیزا یاد بکنی. شاید دختر خانمای دیگه باشن که همی اکنون بیننده برنامه هستن مثل خودت، امی هنر را میخواین فرا بگیرن و بسیار از امی مشکلات که خودت سپری کردی سر رای اونا هم قرار داره و داشته. میخوایم بر خودت به عنوان یک الگو برشان تمام این موارد را یاد بکنی که اونا همچنان مثل خودت بتانند که مشکلات را از سر رای خود دور بسازن. صبر داشته باشن، هر چقدر که مثلا سختی سرشان آمد تحمل کنن، انشالله در یک جای میرسن. به خاطر که رسامی که از بسیار حوصله مندی کار داره دیگه، باز وقتی که یک دفعه رسیدی، یک کمی که پیش رفتی، باز خودت میتونی مثلا خوشت آمده میره، کمی که کار کنی که خوب شده بره. باز بسیار رسامی که از اولش یک کار میکنی مثلا هیچ چیره نمیته، ما زیادتر چیره کار کردیم، چیره نمیده و قدر بعدم که تو کار کرده بری کار کرده بری، باز آخر که شما بسیار یک زیبایی خاص خود داره رسامی. بله، اما ظرافت و دقت اینا را که خودت قبلا هم یادآور شدی به عنوان ای که ویژگی های یک رسام خوب است، همینا را اگر در نظر بگیرن باز میتونن روزای اول طبعا همی سختی ها و ایناش میباشه و نمیتونه انسان درست رسامی بکنه. مثل که خودت هم دلا بلای صحبت هایت یاد کردی، ولی اساس تو باز انسان میتونه که یاد بگیره و درست تلاش بکنه، کوشش بکنه. سمیرا جان، اولین بار یادت هست وقتی که رو آوردی به هنر رسامی چی را به تصویر کشیدی؟ کار اول که هست باید اندازه‌گیری را یاد بگیری، این چهار چوکات میکشی، چهار زولی و مثلا قسمی چیزا را، بعدا دیگه باز گیلاس میباشه و این تو از اشیا شروع میکنی. خاطره جالب هم داری از روزه اول کارت؟ یک روزه که بسیار دیگه خسته شده بودم، رفتم بر استادم و گفتم ما دیگه کار نمیکنم، یعنی گفتم بس از دیگه مقدر. تسلیم شدم. باز بعدن استاد ما بر ما گفت که نه این رقم نکو، یعنی پیش میری میتونی، کمش مانده. یک چپتر بود و چپتر در آخرایشم بودم وقتی که رفتم برش گفتم دیگه من نمیکشم چپتر تبیگ استاد، باز گفت نه. بودم اونجا بود که استاد ما زیاد گپا برم زد و پس مرا روحیه داد که کار کرده برم.
دیگه باز کار کردم آستا آستا دیگه مدل می باشه و بعدن بعد از مدل پرنده و طبیعت و این چیزا رو میکشی باز چهره میرسی. بیشتر خودت علاقه منده کدامش هستی که به تصویر بکشی؟ طبیعت از یاد دوست داری؟ چهره از یاد دوست داری؟ یا موارد دیگه هست؟ من معمولا کلش خوش دارم با زیادتر چهره چی کشی؟ من فرمایش زیادتر کار کردیم دیگه بعدش باز طبیعت طبیعت خوش دارم. طبیعت بسیار دوست داری؟ از جمله حیوانات هم زیاد خوش دارم. فکر کنم اموی طبیعت یک رقم حس آرامش رو به انسان میته وقتی که انسان او را به تصویر میکشه و ناگفته نمانه که سمیرای عزیز نمونه های از کار خود را امشب هم در استودیو آوردن و ما به دوستا هم چنان نشان میتم. دوستا هم میتونن که تماشا بکنن ولی چون زیاد بود نتونست که تمامش را بیاره و اجزا را نشان بتیم. ما فقط یک چند مورد را کردم و دوستا همچنان نشان میتم که دوستا ببینن و خودتان میشه در مورد تصویر و در موردی که چی انگیزه باعث شد که خواستین این تصویر را بکشین و دوستا معلومات بتیم. یک تصویره که بود که بسیار هم تا خوشایند بود برای من. ایره در بسیار این از جای دیدین شما؟ بله دوستم میکشید باز من خواستم این رو بکشم. سمیرا جان زیادتر تصویر که شما میکشین یا رسامی میکنین از ذهن خودتان میباشه یا هم انگیزش از جای دیگه میگیرین؟ نه خیر نه از می سوشل میدیا و این گپا میکشیم دیگه عکس میکشیم بعدن باز ما چی میکنیم؟ او اکس ها چاپ میکنیم و از روی ازو دیگه کار میکنیم. به نظر خودت معنای امی تصویر یعنی چی؟ این یک تصویر قلب قلب است. بله قلب. و چون شما علاقه مندش بودین خواستین که به تصویر بکشین. بله. و تصویر دیگه همچنان هست. یک کم کارش فکر کنم بسیار با ظرافت کار شده و با دوستا همچنان نشان میتونم درخت است یا گلدان؟ گلدان است و بسیار اما تو با یک ظرافت خاص کار شده که سمیرای عزیز همچنان امو موارد را در نظر گرفته رسامی های خیلی قشنگ هم انجام داده که شما میتونید تصاویر دیگه شما همچنان اونجا مشاهده بکنین و خوشحال شدیم که سمیرای عزیز را امشب در کنار ما در برنامه همچنان داشتیم. در مورد اهداف سمیرا جان میپرسیم در آینده چه پلان هایی داره؟ میخواهی که بیرون از کشورم بره کارهای خود را ادامه بده یا هم خیر؟ بله یا بسیار خوش دارم مثلا در جایی که رسامی و چی بسیار رواج داره خوب است. میخوایم کار کنم دیگه زیادتر پیش برم. فعلا هم تا آب رنگ رساندیم رسمای خود بعد از این رنگی روغنی میایه او باز کار نقاشی میشه بازو دیگه کار آخر است که اونجا باید کلا بله. میشه. تشکر بسیار زیاد سمیرا جان. پیام هم داری به دختر خانمای عزیز؟ کوشش کنن زحمت بکشن تا در یک جای برسن دیگه. زحمت شوق علاقه آدم بسیار آدم در یک جای میرسن. یکی از خانواده محترم خواهش مندم که امید تشویق تشویق بسیار در زندگی آدم بله دقیقاً رول داره. تشویق شو زیاد خوب است. آها فرزندای خود را همیشه تشویق بکنن به رشته ها و یا هم به علایقی که دارن تشویقشان بکنند. سمیرا عزیز تشکر از تمام اعضایی که این بخش از برنامه را بیننده بودند. باز هم از شما تشکری میکنم. در بخش بعدی برنامه همچنان ما را تعقیب بکنید دنبال بکنید. یک سوژه خوب را امشب هم همکارا انتخاب کرده ولی فعلا وقتی بسیار کوتاه. دیگه بهار قصه کتانی فرحت دختر کاکایت نی مجرد است یا عرسی کده؟ خیرت باشه چی تو پشت دختر کاکای ما گرفتی ده فکر افتادی نه که برش کنم خواستگار پیدا کردی؟ آه بر بیادرکم امو فرهاد که است مجرد مانده مادرم گفت کمی فرهاد دختر کاکای تو بسیار مقبول هم است نام خدا گفتن امو را خواستگاری کنیم. ما آمدم امروز از تو قصه آمد پرسان کنم که مجرد است یا عرسی کده؟ نه مجرد است مجرد است عرسی نکده نامزادم نیست فکر کنم خواستگارم نداره. خب چقدر خوب به خدا بهار در نظر تو فرحت بر ما بتن اگر بریم خواستگار؟ ملا نمیفهمم زنی کاکای میگه ما به خودگیای میتیم به بیگانه نمیتیم به این دلیل شاید نتبرتان. مقصد چند دفعه مادرم هم دیده بود خودم هم دیدم دختر بسیار با اخلاق یک قسم دختر با ادب خیلی خیلی خوب است. از نگاه ظاهرم دختر مقبولی است. خب گفتم برو یک دفعه از بهار بپرس که به نظر شما را خواد داد دختره بر بیادریم نداد چی نظر داری چه قسم دختر است بهار؟
خب من نظر خاص ندارم دیگه، دختر دیدین اونم ماشاءالله خوب بق بلک دختر است، خوشانم کدین دیگه، نیاز نیست که از ما بپرسین ما یک چیزی بگویم در موردش. اونا دیدین دختر بسیار مقبول است، قد قامت دار است، نام خدا مقبول خو است، خب تو دختر کاکایش هستی، نزدیک هستی، برش میشناسیش، خود دیگه داخل خانه را کس خبر نداره، ده بیرون آدم خیلی چیزای خوب میبینه، ولی تو در خانهش هستی خب میفهمی دیگه، خوب خواستش بلد هستی، خب گفتم از تو بپرسم چی تو هست. ولی خورک تو دوستی صمیمی هستی، نمیخوام دیگه کس اگه میبود شاید من هیچ چیزی در موردش نمیگفتم که چی رقم هست یا نیست، ولی تو دوست صمیمی هستی، من لازم میبینم که برات بگویم چیزایی که در مورد فرهجان میفهمم، باید امرایت گپ بزنم. خب یک گپ هست نمیگه که صورتش شما را کشت و سیرتش ما را کشت، همون یک مثل داریم دیگه. فرهد هم خود در بیرون بسیار دختر خوش برخورد، خوش رفتار، مقبول است، کلگی خوش میاد، ولی در داخل خانه بسیار خوی تندخوی است، تو نمیفهم که زن بیرار خر روز غال مغال کو نازاناگه که است. مادرش اگه بگه بخی دختر منزی از این جده او جا بیشی که مادر خود یه هفته دیگه قار می باشه، بسیار تندخوی است دیگه، کدام مشکلی خاص نداره. خو چی میگه بهار؟ از نگاه ظاهر خوب بسیار دختر خوب معلوم میشه. خو خیلی بخیم صرف نظر کنیم از دختر مقصد، خو دختر خوب معلوم میشد، بیا درک ما خوش کرده بود. خو اینا اگه بریم خواستگارش بیاریم دروز باد خانه ما، خدا میفهمه چه قبدیا کنم رای مادرم. خو خودت دیدی میفهمی دیگه، کس که در خانه خود کدی مادر خود کدی خانم بیادر خود سعی رفتار نکنه، معلوم است که خانه خسران خود برا که دختر خسر خو یه جور رفتار سعی نمیداشته باشد، که خوشو خوبی از او رفتار سعی نمیکنه. از امو خاطر تو دوست مسی برات گفتم که اینی تو خوی اخلاقی بسیار تون داره در خانه دیگر، در زمینش بسیار نازانه است دیگه، کارمار نمیکنه در خانه دیگه، کلش خانم بیادرش کار میکنه، او تو نازانگت کاغذی است. هر روز خیده خانه ما سرصدا شد و بیادره که مام خوش نباشه، مادر مام خوش نباشه، خب بگذارم ازش. خب دیگه خودتون تصمیم بگیرین، اونا خود دیدین دیگه دخترک مقبول هستی؟ امرای مادر مام گفت بزنم چی میگه؟ بازم اونا تصمیم بگیرین، یکی خود خانم کاکایم میگه که ما به بیگانه هیچ دختر نمیتیم، چون نمیخوایم که بیگانه وصلت داشته باشیم از خودگیا باشه. شاید دیگه شاید هم نتن، شاید هم که بتن، اینی رقم گپا هستک دیگه، تو به خاطر دوست مسی برد گفتم. خب مقصد بس خودتان میفهمین، برین ببینید هر قسم خودتان خواستین، فقط به برد گفتم قسمت چی میشه. ولی فرهد دختر مقبولی است، ولی که اخلاق خوب نداره دیگه، مادر نخواد قبول کنه. دیگه انسان فقط خوب امو قیافش مهم نیست، شیلش مهم نیست، خب باید اگه ذره انسانیت داشته باشد، اگه ذره خوی اخلاق خوب داشته باشد، به امو یک چیز هست. خب بهار جان من بروم خانه دیگه، اینش چه وقت که آدار دوی ما قصه کدر آمون نمیشینی؟ نه بروم خانه دیگه با اجازت. خوش آمده خورک جانم. خوش باشه، بسیار خوش شدم که برم راست راست قصه کردی. زنده باشی خورک جانم، باز امانا تصمیم خودتان دیگه. باش خوب است. تصمیم تان شدن بیاین، من میبرم ایتان خانه کاکایم شان. دست است. خدا فیست. مادر جان تا سلام برسن، خدا فیست. خدا فیست. دختر کاکایت چی مقبول است، خوشی ما آمدی. ها خوشتان آمد، برین بگیرین، باز برتان نشان میته. دختر کاکایم چقدر تاله داره والا، یک روز که خود بردم در یک دنم مهمانی وقت خواستگار پیدا کرده، نیره میگه چانسی، نیره میگه تاله، نیکی ما آوری وی بخ قرآن اینه مد چرا از دیست که حسادتی ما آمد، از دیست که دختر کاکایم بخیلی ما آمد، دختر کاکایم پیش یک بیگانه پیش یک دوستیم بعد گفتم که ایت خوی اخلاق داره، چرا یک کار کردم من؟ خالمی رو میگفتم زن کاکایم نمیته برتان خاموش سعی بود دیگه، چی بگویم که دزی بخیلی خود ما، خدای نخواسته یا برو خانه از و خواستگاری باز یک روز بگوی بهار در مورد چیزا گفت بخواب روی من میره، چی تو کنم دیگه، دختران این میتو بخیل هست یکم اگواری بعضی هایشان مثل ما گوری باش برون که مادرم چی شد. اعضای بیننده سوژه که امشب همکارا انتخاب کرده بودند با هم یک جا اجرایشان را تماشا کردیم و خوب است وقتی که تصمیم به عروسی میگیریم با خود فامیل کسی که یعنی مورد پسند ما است و میخواییم ازش خواستگاری بکنیم تحقیق بکنیم و یا هم معلومات بگیریم. از مردم دیگه مثل که امشب سوژه که همکارا انتخاب کرده بودند زیاد نپرسیم و این تصمیم را به دست کس دیگه نمانیم. اعضای بیننده شما هم اگر نظریات دارین در مورد سوژه
امشب ما میتونید که به شماره واتساپ برنامه ما حتما پیام بگذارید نظریاتتون را. ما شب‌های بعدی حتما نظریات شما عزیزان را به خانش میگیریم. فعلا هم میان برنامه کوتاه داریم، در ادامه هم با نجیب جان باشین. خوش برگشتید وطن‌دارا، در خدمت شما قرار داریم ادامه برنامه امشب با بازی‌های جالب. اما قبل از اینکه بازی‌ها را اجرا بکنیم، جا داره تشکری هم بکنیم از حامی مالی برنامه. با نوشیدن انرژی آیس کینگ قدرت واقعی را حس کرده و از لحظاتتان لذت ببرید. نوش جانتان، حتما آیس کینگ نوشان بکنید. دیگه شب آقا دیگه اما میگر خوب مزه میده، خوب لذت داره. به هر حال وطنداری گرامی، دو تیم انتخاب کردیم. امشب خواستیم که می روند متفاوت‌تر از هر شب دیگه باشه. ما از این دو تیم می‌خوایم که بیان پشت میز بیان. بیاین بخیر میدمونی. با هم تیمی‌های خود رو در رو. مایک بگیریم. شبت بخیر نام خودت. سلام شما نجیب جان، خدمت شما، خدمت حاضرین در تالار و بینندگان عزیز ما. هارون. هارون جان، هم تیمی هارون کی است؟ عرفان هستم. عرفان. عرفان و هارون. هارون آماده هستی؟ بله. ما دمایک صحبت می‌کنیم. بله. عرفان آماده هستی؟ 100%. حالا با عرفان شروع میکنیم. شما متوجه باشین ببینیم که عرفان و هارون چی میکنه، بعدش نوبت شماست. اولین کلمه را بلند میکنی، 10 ثانیه زمان داری، وار خطا نشو، آدرس دقیق بده. هارون خوب متوجه باش. درست است. ببینیم چی خواهد کردین. بسم الله. اولین ورقه بلند میکنی بخیر. بارش پس به زمین، 10 ثانیه شروع. آدرس بده. یک نوع خوردنی است، پختنش بسیار آسان است، در بین روغن پخته میشه از کچولو چیپس. 100% چیپس. چیپس. بله، پاسخ درست است. یک امتیاز، مایک اون طرف تسلیم بکنین. حالا ببینیم رفیق ما چی میگه. نام خودت؟ اسمت الله. حکمت الله. اسمت الله. اسمت الله. در اول برنامه من اسمت الله را حکمت الله گفتم. نام خودت؟ زمیر الله. زمیر جان. آماده هستین؟ با زمیر شروع میکنین. زمیر اولین ورقه بلند میکنی، پاسبانش برای زود رس بده. بسم الله. یک لحظه همکارا ثانیه شروع نشه بخیر. بانش پاس. اون چیزی که در دیگ انداخته میشه و آب انداخته میشه براش و پخته میشه، خورده میشه و نان داش تر میشه. بله درست است. شوربا. بله پاسخ درست است. قسمت کمی بلندتر صحبت بکنی، سرات بسیار پخش پخش است. شوربا را گفت، شوربا ولی بسیار پخش گفت. یک امتیاز شما گرفتین. ما کی طرف تسلیم بکنین. حالا نوبت هارون است. هارون چی خواهد کرد؟ امتیاز دوم را گرفتم. میتونی هارون؟ بله انشاءالله میشه. او چقدر مطمئن. ببینیم چی خواهد کردی. بسم الله. بسم الله. آدرس بده هارون. وسیله نقلیه که ما به خاطر رفت آمد استفاده میکنیم. موتر. موتر؟ بله پاسخش درست است. دو امتیاز. بریم مایکرو طرف تسلیم بکنیم. نوبت میرسه به اسمت الله. اسمت الله اولین ورقه بلند میکنه. بسم الله اسمت الله. آدرس خوب بده. بسم الله. ده ثانیه شروع. یک وسیله است که یک چیز بند میکنی، کش میکنی. کش میکنیم. موتر. آدرس تا دگام دگام بگو. دگام بگو. دگام وسیله ده موتر بند میکنی، کش میکنی. کش میکنیم. چی موتر؟ ده موتر بند میکنی، کش میکنی. چنگک موتر خو نیست؟ نه. چی است خیلی؟ زنجیر. زنجیر چنگ موتر. زنجیر است. او کش کنم میشه خوب. آن چی است که در تایر موتر وصل میشه؟ این آدرس صحیح نداد. بله آدرس صحیح نداد. یک امتیاز هم از دست دادیم. من میخواد. بله خیلی. ما یک طرف تسلیم. اسمت یک امتیاز از دست داد هم تیمیش. حال رسیدیم نوبت به تیم باز رسید، ببینیم که این تیم چیکار خواهد کرد. ورقه بعد دیگه بلند میکنه رفیق ما. بسم الله ده ثانیه شروع. وسیله ای است که همراه از او دندان های خود رو برس میکنیم. برس دندان. خو نام چی را گرفتی؟ نام شخ نگرفت نگو وسیله است. بیا خب برس چی؟ برس نگرفتی؟ خب آدرس داد نی؟ خب آدرس داد. یک امتیاز از دست دادیم. بریم بخیر. کلمه برس باید استعمال نمی کرد. متوجه هستی هارون؟ خب نوب زمیر جان نوبت خودت است. فقط آدرس دقیق باید بدی. بسم الله ببینیم چی خواهد کردی. دو ورق نه یک ورق بلند کن. آسان شروع شد. آن چیزی است که در پاکت انداخته میشه و تفلا میخوره و قیمتش هم ارزان تر است. چند روپه در بازار قیمتش؟ 5 روپه. 5 روپه. پاپون. بله. پاسخ درست. او برادر بی خیوا خدا. بیا این طرف بیا. شما هم دو امتیاز شدین، یک امتیاز از دست دادین. اینا هم دو امتیاز هستن، یک امتیاز از دست دادن. فقط نوبت هارون است. هارون اصلا ورقه تکمیل شده؟ نه خیر مونده یک. آخرین ورقه بلند می‌کنی. بسم الله ببینیم چی خواهد کردی. آخرین امتیاز. آدرس بده. خب یک چیزی است که ما توسط از او را مطالعه میکنیم. کتاب. بله کتاب. 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 بله پاسخ درست است. اوه خیلی خوب. سه امتیاز. ببینیم شما چی خواهد کردین. امتیاز سه ما برای خود آوردین یعنی؟ اسمت بسم الله. ده ثانیه شروع شد اسمت. ده ثانیه آر شروع شد. یک چیزی است که مردم توسط صدا میاره. صدا میاره لاسپیکر. صدا میکنه لاسپیکر. آدرس بده دیگه. در او زده میشه صدا وجود میاره. صدا وجود داره.
دول. بله. دول؟ دولچه. دول؟ دولچه. این آدرس. این آدرس. دولچه چی از زمیر؟ ای دولچه که بودی میگه صدا میکشه دولچه موسیقی است. ای دولچه چی است؟ ای دولچه آب است. دولچه آب است. آنچه هست که در تامن شده چه و تا آب کشیدن. یک امتیاز دیگر هم از دست دادیم. شما دو امتیاز از دست دادیم زمین جان. بیا بخیر. اسمت چی میکنه؟ خب هارون جان از خود تکمیل است؟ بله از من تمام است. ببینیم که عرفان. عرفان چی خواهد کرد؟ آخرین ورق از بارش میکنی؟ آخرین امتیاز. بسم الله. آن چیز که در هر خانه وجود داره دمی اولید در روی دم خانه وجود داره چوکی؟ نه در دم حولی مردم ازش میدره دروازه خودش هست. حال ثانیه مانده بود یا هم خیر بر ما همکارا خواد گفتن؟ مانده بود یک ثانیه مانده در ثانیه آخر گفت میگه دروازه پاسخش درسته سه امتیاز شده. حالا برسیم به تیم آخرین ورق همراه زمین است. بله زمین جان ببینیم چی خواد کردی. یک دقیقه ور خطا نشد زمیر جان فقط اینا شدن چهار امتیاز بله. یک امتیاز از دست دادن. حالا میرسیم به شما ببینیم امتیاز اخ برست بیارین حد دقیقه بسم الله. آنچه هست که گاهی وقت یک تایر داره و گاهی وقت سه تایر میشه و در بازار زیاده میشه و فروشم سرش میباشه. چی هست؟ کراچی. کراچی بله جواب بله درسته. پاسخش درسته. دو امتیاز از دست دادی اسمت صحیح هست نی؟ اینا گرفتن شما شدین سه امتیاز و اینا هستن چهار امتیاز. معلوم دار که برنده کدام تیم است. تشکر از شما. ما یکی طرف تشکر می‌کنیم. بخیر باشه. بخیر باشه. مهربانی شما فرمایید زمین جان. مهربانی. شما اینجا بفرمایید. دوستا اگه شما همکاری بکنین کمی میزارو طرف انتقال بدیم. شما اگه همکاری بکنین این میزو طرف انتقال بدیم. تشکر. خیر ببینین. سپاس از این دوستای خوب. خو هارون و عرفان. عرفان چطور هستی؟ شکر از الله. کاکلا زیاد پریشان نیست؟ چند سال است عرفان؟ 18. 18 سال هستی؟ بله. خوب رسیز. هارون چند سال است؟ من 18 سال هستم. 18 سال خوب. در یک مکتب درس میخونید؟ بله در یک مکتب. هم سنفی هم هستیم بله. در یک چوکی در چوکی پلو با پلو میشینید؟ نه خیر پارسال در یک سنف بودیم تقریبا مدت 11 سال در یک سنف بودیم. خب. و فقط امسال از فقط سنفای ما تبدیل شده. چرا سنفایتان تبدیل زیاد شوخ بودین؟ نه خیر به خاطر که کل سنف ما تجزیه شد. چرا کل سنف تجزیه شد؟ کل سنف شوخ بود؟ نه خیر به خاطر یک سنف اضافه بود و را تقسیم کردن به سنفای دیگه. سنف شما اضافه بود؟ بله. شاید شوخ هم بود دیگه. نمیفهم دلیلش چی بود. باش عرفان چی میگه؟ والا بچه های شوخ در سنف ما زیاد بود. خصوصا یک بچه نیادش بخیر زایدلا بود. خیلی یک بچه شوخ بود. از خاطر از اون به نظرم سنف ما رو تغییر داده. زاید جان این حبیبی از خاطر شوخی خودت سنف تجزیه شده. مقصد دیگر روز عرفان گیر کردیم محکمش نگیری که چرا نام مرا گرفتی؟ خب ما هم نمیشناسم چهره زاید ندیدیم این دوستام ندیدن. فقط اینم یادم خودش دیده با هارون عرفان دیده. خب معمولا صنفای شوخ همی کار عوقش میکنه. بله آه. از همی خاطر حتما تجیه. بله آه قسمت. یادش بخیر در دورانه مکتب ما هم شوخی میکنه. تو نبود که ما هم آرام بشینم در چوکی شاگردی. همی خود چوکی من همی فهم که کدام گپ داره بگویی که هر کسی که در چوکی بشینه خوب شوخی میکنه. بله آه قسمت. به هر حال آماده هستین به بازی ها؟ بله کاملا آماده. حالا ببینیم عرفان همراه هارون چقدر شما همدیگیتان هماهنگ هستین با هم دیگر خود. وطن داره موقفه را ببینن پس از وقفه دوستا برخواد گشت و دان برنامه شب و بازی های جالب برنامه. خوش برگشتید وطن داره در ادامه برنامه امشب در خدمت شما قرار داریم رسیدیم به بازی های جالب برنامه شب. خواه چی گفت پس عرفان تو یک قسم معلوم میشه که زیر فشار باشی. نه خیر نه احساسات تا کنترل کردن نمیتونی. بخی مطمئن باشی هیچ کار نیست. جدی میگی؟ 100%. هارون تو چقدر مطمئن هستی که میادم بازی را خوب اجرا خواهد کرد؟ 100% مطمئن هستم. حالا کدام تون میخواین بازی بی کلام اول اجرا کنیم؟ هارون جان من میخوام انجام بدم. مشوره نمی کنین؟ مشوره مثلا مشوره مهم است مفید. بله مشوره کردیم. چه وقت مشوره کردین؟ در وقفه. خب در وقفه وسیس. پس بسک نبوده باشه. نه خیر. میخوای بیا ببینیم هارون چی میکنی. خب هارون این طرف سوچ. به نظرت خوب حرکت اجرا خود کردی؟ انشاءالله کوشش میکنم. چقدر کوشش میکنی؟ چند فیصد؟ 100% کوشش خدا میکنم ببینم چی میکنم. خب از تمام بازی 100% به کار است. 100% تو کوشش کنی چند فیصد او آدم کوشش بکنه؟ من 100% کوشش کنم. خب از 100% زیاد شده خود 200% میشه. مشکل نیست. خیلی زیاد نیست یا 200%؟ شاید کمی زیاد هر. خب چرا برای 100% میگن؟ امینه بگن که 200. خونه صد فیصد از جداست از من جداست نمیگن 200% 100% تون جداست. خب بازی را خو یک جایی اجرا میکنه نو برادر چه قسم جدا جداست؟
خب بازی به کلام من انجام میتونم، من باید 100% انرژی مصرف کنم. خب 50% انرژی خودت مصرف کنی که 50% تو جناب عالی بفهمه. خب درست است، هر قسم شما میگید. خوشحال از گفتون گشتین. اگه نتوف پذیر استی که از گفت میگردی؟ نه خیر. خب چرا 100% در 50% رسیدی؟ نه خیر، من 100% تلاش خودم میکنم. مطمئن استی پس با 100%؟ بله. 50% تلاش نمیکنی؟ 50% تلاش کنه؟ نه خیر، من کوشش خودم میکنم. ببینم عرفان جان چی میکنه. عرفان چند فیصد تو تلاش میکنی؟ همو قوی یک ذره. همو قوی یک ذره دیگه چقدر؟ 100% ازو؟ 50% هم دیگه؟ 1.5%. ولی 100% یک جای کنی خو 1.5% شد در مجموع. یا 100% باشه یا 200%، کدامش؟ خب ما 200% کوشش میکنیم. 200%؟ بله. دیگه برادرها 100% کسی نگویه برادر. کلگی چی میگن 200%؟ 200%، بله. مطمئن هستی؟ اگه دو نفر بودن 200%. خب. چقدر زیاد فیصدی تو زیاد است. حالا معلوم خواهد شد. یک پرسش معلوم خواهد کرد که چند فیصد شما آماده هستید. فقط بخوانش. اجرا نمیکنی حرکت. خواندی؟ واضح است؟ همکار را 20 ثانیه آماده. صبر کن، صبر. من میگم 20 ثانیه آماده. آماده هستی؟ بله آماده. 20 ثانیه شروع دوستا. بسم الله. نان خوردن. چی؟ نان خوردن. نان خوردن، نفس نان خوردن کلش است. یک عمل خاص انجام. لقمه زدن. وا به شک بامی لقمه زدن. کم بزنی بچه‌ها. حالا راست تا بگو چی لقمه زدی؟ کدام غذایی را تصور نکردم، فقط اکشنش انجام دادم. خواه؟ بله. کدام غذا را خیلی دوست داری؟ مشکلی است، هرچی باشه. هرچی؟ به کم رستی؟ هرچی بله پیش آمد خوش آمد؟ هرچی پیش آمد خوش آمد. کدوگه کمی خوری؟ بله آقا. نجدی؟ بله. آشکالی یادا. کدوگه کمی خوری؟ نه خیر. چرا؟ خوشم نمه. چی دشمنی داری کد کدوگه که نمی خوریش؟ ذاتن خوشم نمه. گلپی چطور گلپی؟ نه خوشم نمه ایوام. از ترکاری پرهیز از زدمن. همی شروعی ترکاری باشه چطور؟ شروعی تر... نه نه. وام نشد. خیلی چی میخوری او برادر؟ چی باشه؟ لوبیا باشه؟ از دست تو در خانه چقدر تکلیف باشن؟ غیر لوبیا باشه، برنج باشه. ها دیگه. همی سه وقت اگه بیارن چی؟ بیخی خوبش است. آله دامه میتی یا می او آدم که بیخی قصه لوبیا برنج شد؟ نه خیر دامه میتی. مقصد شوخی میکنم هارون. درست از مشکل نیست. مقصد مطمئن خواستی؟ بله ها. بایی که بازی خوب اجرا کرده میتونی؟ بله. خاندیشه؟ همکار را بیزانی آماده و شروع. بسم الله. کرکت. بشک بشک. مسابقات کرکت خود دیدی که برگزار؟ بله ها. افغانستان چه خوب درخشید. خیلی. همی سریلانکا را خوب کرد برد. بله ها. سریلانکا را افغانستان تانست ببره. خب اگه کرکت هم اینجا برگزار کنه مسابقه کرکت خب بیتسمین هستی یا بالر؟ خب ما بیتینگ خوش دارم. بیتینگ خوش داری؟ بله. شش میزنی چهار یا یک دو؟ شش. اگر تو کلش یک دو بزنی جان نفر مقابل هم میکشی، تو یک دفعه تو بده و یک دفعه بده. بله یا همون خوب است که شش نمره بزنی؟ شش شش. خوب میشه. ده دانه شش ده ده بیت. بله. او بشک. اگر فت رفتی چی؟ فت رفتی مشکل نیست باز. چهار است. خدا از فت رفتن نجات بده. یه قدم شیمه کنه آخر هم فت بره. بیا بخیر همین کلمه رو خواندی؟ بسم الله حرکت شجرا که یه افتخاری است. تو دقت تو تسبیح. تسبیح چی؟ تسبیح گرداندن. تسبیح گرداندن یا تسبیح انداختن. به شک من میگم افتخار است. برو بخیر بشی بشکت. خوب پیش بردی. آفرین. خب اینم از کارت سفید. هارون جان مبارک. با کارت آبی که کارت سفید حالا شما برنده شدین، کدام بتان حاضر هستین آماده هستین که اجراش بکنین؟ با یکی گوشی در گوشتون بانه اینجا بشینین. کارت آبی ارفان جان گوشی را در گوش میمانه. مطمئن هستین؟ بله. بیا بخیر ارفان. خود در جای ارفان بشیم. ارفان اینجا بیا. هارون اینجا بشی. خب این زلفا بسیار و تنگ ساختید به خدا. همین قسم که نیکنی تاو میخورنه؟ بتنگ نیستی از استش؟ نه نه. اگه بتنگ هستی سانو چند هستی گفتی؟ دوازده. دوازده. اگه بتنگ هستی دم... حال خلاص شد دیگه. خلاص هست. یا دوازده شدی؟ نه دوازده. خلاص هست دیگه دوازده. کنکور میری بخیر. یک سنف یازده این بود دوازده میشد. حالا از اینجا مدیر صاحب مکتب اعلان میکنم که مدیر صاحب یادم از دستم زلفای خود بتنگ هست. بله یا. همین قسم میکنه دیگه؟ بسیار بتنگ هست از دستش. بتنگ هستی؟ نه. صدای مرا خمش نمی فیلن. حالا حالا گفتم خواهد بکنه که نینامش نو خو هارون جان تا چند لحظه دیگه یادم صدا رو نخواد شنید و فقط دقت خواد کرد به ای که خودت چی میگی فعلا دیگه نمیشنم
آماده هستی؟ بله. از همین پوینش شروع میکنیم. درست است. اولین کلمه؟ امنیت. امنیت. آماده هستی؟ بله. همکارا 3 ثانیه آماده و حرکت را اجرا خود کردیم. آماده هستی؟ بله. همکارا 3 ثانیه شروع. امنیت. 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 کامپیوتر؟ امنیت. امنیت. همسر؟ امنیت. 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 چیپتر؟ امنیت. امنیت. همستر؟ امنیت. امنیت. امجد؟ امنیت. 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 امانت؟ آه نزدیکش کردی. امنیت. امنیت. آه به شک. وقت فهمیدی که ثانیه ها رفته بود. دیدی؟ تلفظت مشکل داشتی یا کدام گپ بود؟ صدا نشنیدی؟ نمیشنم. تکالیف. درست. فکر چقدر واضح است تکالیف. بله. همکارو 3 ثانیه شروع. تکالیف. تکالیف. تکالیف؟ اوه به شک. به شک. خیلی خوب پیش رفتی در ثانیه های اول. بله. حالا فقط امی کلمه. این دیگه مرکب است. دریغ کرده است. بسیط نیست که یک کلمه باشه ولی مرکب است. بسم الله. دریغ کردن. دریغ کردن. یک جوری تلفظ کن براش. دریغ کردن. دریغ کردن. کرکت؟ دریغ کردن. دریغ. دریغ کردن. کلی؟ دریغ کردن. دریغ کردن. دنده کلیک؟ دریغ کردن. کردن. دریغ کردن. دریغ. دل؟ دریغ. آفرین. دریغ. دریغ کردن. گیر کردن؟ دریغ. دریغ. دریغ کردن. دریغ. گل کردن؟ دریغ. دریغ کردن. گلا کردن؟ بیبی. دریغ. دریغ کردن. گلا کردن؟ دریغ کردن. همون کلمه کردن نمیشنوا دیگه ش نمیشنوا. غیر از او بیشتر دیگه. دریغ کردن. دریغ. کردنش فهمیدم ایش دیگه ش عجیب و غریب بود با خدا. بیا بخیر بیا. ما گفتم این کلمه مرکب است. کلمه مرکب یک کمه که تلفظش سخت می باشه. گاهی بازی رو در خانه انجام داده؟ نه نخیر. در بین دوستویتون چی؟ خودت چی خورو؟ در بین دوستو انجام دادیم. آه بیشک. تو آدم توانا هستی. خودت هم آدم توانا هستی. اما گاه گاهی نشد از زندگی لذت برده باشیم وطندارا. ششته باشیم در خانه همه ما بگیم بیایم امشب یا هم امروز با هم میشینیم در خانه همه ما با اعضای خانواده پدر مادر برادر خواهر یک بازی اجرا میکنیم که هم تفریحی باشه هم سرگرم کننده چند لحظه از زندگی خود لذت هم ببریم جز کار روزگار بده و بده و جنجال و گپ و سخن گاه گاه نیاز است که بازی ها را هم در خانه و خانواده اجرا بکنیم بازم بچه‌ها مبارکتون باشه ما کارت سفید ببینیم که جایزتون چیست شکر کنم کارت سفید خوب برنده شده میورخ 100% میگرفتین دیگه ما چقدر مطمئن بودی 100% میورخ میگرفتین بیخی دیگه کدام بازی رو بین خود شما تمرین هم کردین؟ نه خیر هیچ؟ هیچ همه هنگ زیاد خیلی نبودین این همه هنگ نبودن تان بوده تو شده هیچ باز شما نکردی باز بخوا نه تو باز کنم رو بچه کنم خب بچه ها به هر حال جزی تان است یک عدد گوشکی گوشکی موبایل یا تلفن. مبارک تان باشه باشه تشکر تشکر بسیار کم بزنید باشه باشه برنده شده خیر یکی ها دیگه بزار بیشیم و بیشیم چون این آدم تمام انرژی ها رو نگرفت دیگه چی نماند براش بله هم قسمت ملامت کی بود؟ تلفظ نمی ملامت. کسی ملامت ما زیاد کشش خدا کردم دیدین دیگه خواه هیچ کدام ما ملامت نیستی ما ملامت هستم این کلمات سخته کی گفته که همکارا برمان بتانه باز ما هم بیار میجه اتاق فرمان ملامت است اتاق فرمان ملامت است تشکر از حضورت هارون جان و همچنان الفان جان تشکر از شما دوستا که به برنامه تشریف آوردین و وطن دارایی که بیننده برنامه امشب هستین ممنون تک تک تان از شما دعوت میکنیم به تماشای بقیه برنامه های طلوع تا برنامه بعد هم همه تان را به خدا میسپاریم وقت بخیر و خدا به همراهتان